یک ضرب المثل قدیمی فارسی داریم که میگه بعد از 30 سال نوروز افتاد به شنبه. خوشیون بودن و نو شدن همه چیز و مصادف بودن اون با روز شنبه نوید بخش یک سال خوب و یک سال پربرکت. و امیدوارم که امسال یک سال خوب و پربرکت برای همه ایرانی ها و تمام فارسی زبان های دنیا باشه. سلام، سجاد غفاریان جم هستم. از همینجا سال 1400 رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که امسال یک سال پربرکت داشته باشید و مثل همیشه این کانال جم اکسپورته. اینجا هستم تا راز و رمز یک صادرات موفق رو بهتون آموزش بدم. موضوع این ویدیو آموزشی نیست و بیشتر میخوام در مورد اتفاقات تجاری سال 99 باهاتون صحبت کنم. اگر خاطرتون باشه تو سال 98، انتهای سال 98، با شوک خبری شروع ویروس کرونا تو دنیا وارد سال 99 شدیم. روزهای سخت و دلهره آور و استراب آوری رو پشت سر گذاشتیم و تا به امروز که اینجا هستیم موج اول، موج دوم و موج سوم این ویروس منحوس رو پشت سر گذاشتیم. ولی یک سری اتفاقاتی این ویروس توی زندگی ما ایجاد کرد و توی سبک زندگیمون و توی سبک تجارتمون ایجاد کرد که میشه گفت اونا رو به فال نیچ بگیریم. بعد از اینکه موج اول ویروس تمام شد، حدوداً خرداد ماه، کشورها به این فکر افتادن که حداقل اگر مرزهای مسافریشون بسته است، به فکر این باشن که مرزهای تجاریشون رو باز کنن. ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و رشد تجارتش رو از خرداد ماه سال 99 شاهد هستیم. 3 ماه اول سال 99 که پشت سر گذاشتیم، یا میشه گفت موج اول ویروس کرونا رو که پشت سر گذاشتیم، تمام کشورها با همدیگه طی یک اجماع جهانی به این نتیجه رسیدن که با اینکه حجم تجارت جهانیشون اومده پایین، ولی باید مرزهای تجاریشون رو باز کنن. بعضی از کشورها بلافاصله و بعضی از کشورها به مرور. کشورهای همسایه ایران هم از این قاعده مستثنا نبودن و شروع کردن به مرور مرزهای تجاری خودشون رو باز کردن. مرزهای تجاری کشورهای همسایه ایران که باز شد، یه ذره توی تجارت جهانی ایران با بقیه کشورها تغییر ایجاد شد و میشه گفت ایران دست بالا رو داشت و رقمهایی از این تجارت در انتهای سال 99 منتشر شد که رقمهای واقعا بسیار بالایی بود. البته شاید به مقدار مشابه سال قبل ما افت تجارت داشتیم، ولی برای 9 ماهه پایانی سال واقعا رقمهای خوبی بود که این رقمها حاکی از اون بود که 3 ماه اول سال 99 شاید حجم تجارت ما پایین بود، ولی تونستیم تو 9 ماهه پایان سال به یک حجم تجارت قابل قبولی برسیم. بهمن ماه سال 1399 میزان آمار صادرات ایران با همسایه‌های اطرافش و کلاً با کل دنیا منتشر شد و رقم 21 میلیارد و 500 میلیون دلار سهم ایران از صادرات به همسایگان شد. البته این رقم نسبت به مشابه سال قبل میزان کمی کاهش داشت، ولی باز هم رقم بالایی بود. شما تو سال 99 چقدر از این رقم رو تونستید از آن خودتون بخورید؟ چقدر تو این رقم تأثیر گذار بودید؟ تو آماری که منتشر شد، عراق و چین مقصد اول کالای صادراتی ایران بودن با رقم 5 میلیارد و 300 میلیون دلار. رتبه سوم امارات متحده عربی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار و رتبه چهارم کشور ترکیه با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار. رتبه اول از لحاظ کالا پسته، دوم زعفران، سوم فرش و چهارم محصولات کشاورزی بودند. این آمار و این ارقام نشون دهنده تجارت خارجی ایران، صادرات ایران به کشورهای همسایه خودش بود. شما چقدر تو این رقم دخیل بودین؟ چقدر از این درآمد مال شما بود؟ این مهمه که شما بتونید توی سال جدید از میزان صادرات کشور درآمد داشته باشید. حالا با شروع سال جدید این سوال رو از خودتون پرسیدید که فکر میکنید چقدر از این میزان صادرات سهم شماست؟ آیا اصلا تصمیم دارید که تو این رقم میلیارد دلاری که گفتم سهم داشته باشید، برای خودتون درآمد دلاری ایجاد کنید؟ اگر میخواید این کار رو انجام بدین، فقط و فقط یک راه دارید.
این اونه که آموزش ببینید. آموزش دیدن باعث این میشه که شما قدم به قدم پیش برید، بیزنس پلن درست داشته باشید، تصمیم گیری درست داشته باشید و یک برنامه ریزی مدون یک ساله داشته باشید برای صادرات موفق و سهیم شدن در این درآمد دلاری. مثل همیشه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. متشکرم.